یک حافظ قرآن یک سال یک شاگرد داشتم خوا، باز او از وطن خود ما بود. وقتی که به وطن رفت پس آمد گفت استاد یک کارگزاری میتم، به قول تبلیغی حضرات گفت یک کارگزاری میتم. گفتم بگو. در وطن ما یک جای پیری سامعه میگن، ولی مردم پرام سامعه میگن، بخی انگلیسی کده مانده پرام سامعه دیگه. به این خاطر او پیری سامعه شاید این باشه کدام زنی ولیهی که میشنوه، معنایش همی خواد باشه. پیری سامعه یک سراخ است. گفت پدرم مرا گفت که بیا یک جای میریم. رفتیم نزدیک سراخ شدیم. گفت بچه میفهمی؟ گفتم نه. گفت اینجا رجال غیب است، نان و اوشان الله میدهد، یک روز به خیر خوبی باز به خاطر جهاد مبارزه میبرایم. من که 50 سال عمر دارم، روسا در وطن ما آمد، امریکایی ها آمد، آلمان ها آمد، هیچ رجال غیب از این سراخ نبرم، هیچ رجال غیب. و در زمان روسا عزت خانواده های جهادی هم زیر سوال شد، ایرم شما میفهمین، مگر این رجال غیب نبرامد. گفتم چی کنیم؟ گفت یک دور کد رو به غار میخوانیم، نه در قبله. گفتم که پدر جان خفه نشوی، ما درسای عقیده خواندیم، این عقیده ما جور نیست دیگه، نماز استقبال قبله فرض است، غیر از کسایی که نفله در سفر میخوانه. گفت آلی ما فهمیدم که گپ مردم راست بوده. گفتم چی پدر؟ گفت مرا وقت گفته بودن که بچه‌ت فکرش خراب میشه. الله رب العالمین رحم کنه، به خالق یک تا قسم است، و شما معلوم نمیشه به ما درد است، به ما بسیار درد است، درد بزرگ است. درد بزرگ هم است که مخاطب سخن هضم نمیتانه. عالمی حرفه که ما زدیم خرابی زیده کجاست؟ ما کدام دشمنی با اولیا و انبیا را به مردم درس گفتم؟ نعوذ بالله چشم دیدار ما نابینا شوه که به اولیا سوی گمان داشته باشیم، خدای نکرده بد گمان باشیم. یک بسیار سنگین است. یک تپه بلند دیگه ما داریم در وطن ما، از دامنه کو در تاریخ 67 تا رسیدن 5.5 ساعت را کردیم. ما 5.5 ساعت در کوی ما مطایبه میکنم که چین معلوم میشه، به سمتای شرقی سرزمین ماست. چی کار رفتیم ایجا؟ میگه ایجا یک زیارت است به نام مالک اژدر. اژدر به معنای مالک 8 دروازه جنت، 8 اژدر کردن. مردم عوام خود در تبدیلی ماستر است، دور از شما باش، از ما با خوبان کاری نیست. این مالک 8 اژدر است و در زمانهای روس میگه توب میزد، مثل همی سقیله و چلمیله و چی نیست دی سی، همی تو در آسمان میگه گرم بس کدمی آمد. دروغ. ما رفتیم اموجه که از همی باب ما یک تراینینگ نظامی ببینیم که توپ یزی چه رقم است، و همی خاطر رفتیم شمه میخواندیم. شمه خوشا به حالت که در وقت شمه خواندن عقیده را مختی، وگرنه من این بیچاره 5.5 ساعت در وکو بلند شد. گفتن هر کسی که اول رسید دونمو مجده داده. باور کنین به انداز انسان مانده میشه، چقدر بلند میره اکسیژن هم کم میشه. یک بلندی را پای کتی دست ما سری بلندی بلند میکنه. ماشاءالله 40 دقیقه از دیگاه پیش رسیدیم. یک رقم خوش هستم که مرا مجده دادم. الله رب العالمین رحم کنه. یعنی خوب است که دو وقت نمردیم، اگر نی عبدالسلام قدرها بودیم سن تکلیف گرفته بودیم. متاسفانه اینی وضعیت های است که من خدمت عرض کردم. و کل شیء الیه فقیر، کل دنیا، انبیا اولیا همه نیازمند به سوی الله ان، ولی کرامت معجزه در حد خودش حرف است که هیچ اهل سنت او را انکار کردن نمیتواند. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در یک ولایت دیگر رفتم، اگه یادتان باشه شاید شنیده باشین، نام نمیگیرم خدای نکرده مخاطب برداشت غلط نکنه، قصر عمیق گوش کوخا. شب رفتیم یک جای تصویری، دخترها دیالوگ داره، مناظره داره تصویری، دخترای جوان. باز یکش میگه که نشانی وهابی چیه؟ لهجه ایرانی است. باز میگه از این شروع میکنه، آن که مدد خواستن غزغب را قبول نمیکنه این نشانی وهابیه. همین تو شروعست. گفته میره این مرا بسیار درد داد. سبا که در بیان بلند شدم گفتم که دختران جوان مسلمان را
به فیلم های تصویری کشاندن نشانی کیه. در این حالت یک کسی آمد تلفون گرفته در بلا نزد مایک، نوشته های سر قبر یکی از بزرگان افغانستان، نام نمیگیرم، اون نفری که مرده ماشاءالله از نام و از اندیشه هایی که داره پیش ما خیلی محترم است، امیدوار هستم که از اولیاء الله مرده باش. من می باور هستم، من ای که الله چی میخواه او کاری خودش است. یعنی آدمی بسیار نیک، آدمی بسیار خوب، آدمی مرشد، آدمی نامدار، از نام خوب برخوردار، اما نوشته سر قبر خود دیگرا میکنه، خودش خونه میکنه، میگه علم چی؟ علم چیست؟ صاحب علم لدون الموصوف بصفت کن فیکون، صاحب علم لدون الموصوف بصفت کن فیکون. خودت قضاوت کن چی فکر میکنیش؟ آیا دوستی به مو بزرگوار است که مرده از شما پرسان میکن؟ صدایتان بلند کن. نظر به زندگی از او که من مطالعه کردم، یک آدمی زیبا، یک مرشد، یک آدمی که ملتها را میخواست به سعادت بکشانه و او را ما عقیده کنیم که موصوف است به صفت کن فیکون. پس آیه 82 یاسین کجا ببریم که قرآن گفت انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بجز از الله رب عالم دیگه او تو موجود است که همی بگه موجود شو موجود شوه، نمیشه. اگر عیسی زنده میکنه خوب اذن الله داره، اگر عیسی زنده میکنه به اذن کی داره؟ به اذن الله داره. من نمیفهم دوستای عزیزم، وطن خیلی در یک بحران عقیدوی است. تا زمانی که تصحیح عقیده نشوه عمل صالح نمیشه، عمل صالح نشد دین قیم در زندگی ما نمیآید. و دین قیم مأموریت ما در قرآن کریم است که باید ما انجام دهیم. ولی با احترام تمام اولیای کرام، شخصیتای برجسته، صاحبان کرامت، همچو جناب عاصم که بعد از مرگش زنبورها به دفاعش در فضا استاده می شد و این قضایا کاملا پیش شما محفوظ است، همچو صدای عمر فاروق به کجایی که صدایش به نیاهاوند ایران می رسد و خودش نمی داند، میگه من ندانستم، غیر اختیاری اون بالای چشمان ما، تاج سر ما. پس الله می میراند، الله زنده می کند، الله می آفریند، الله روزی می دهد، الله به کسی می دهد، به از کسی منع می کنه. سرانجام اگر در آخرت خواسته باشد زنده کنه. 28 لقمان نگاه کو، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام میلیارد میلیارد انسانیت ایجاد و زنده کردن بعد از مرگش به پیش الله به مثابه یک نفس است، به پیش الله رب العزه به مثابه یک نفس است. عزیز دلم سعی کنین، ای دوستای عزیزم، یک شخصیت دیگرم خدمتت عرض میکنم، شیخ عبدالقادر جیلانی، همه بگوین رحمت الله علیه، رحمتا واسعتا، یرضا من یرضا و یغضب من یغضب. این شخصیت ما تقریبا از 13 سال به ایسو دو کتابش میخوانم، یکی فتوح الغیب است، یکی الفتح الربانی. امی دو کتابش تکرارا میخوانم و حتی یک سال به شاگردای دانشگاهی که هفته یک روز ما درس داشتم امی فتوح الغیب و امی تو لیکچرکی ما خواندیم و اینا هیچ نفهمیدن که از کجاست، امو قدر کتاب زیبا هست. بعد عزیز دلم در مشربش حنبلیست، در تزکیه دست بالا داره و این شخصیت ما دوستش دارم، کشته سخن اوام، اما به این بزرگوار یک قضیه را نسبت کرده اند و این قضیه را که نسبت میکنن ثبوتش سنگین است. حالی میگم که او چیست. باز کسایی که مخالفین فکری ماست اونا در عالم مجازی میکشن رسوایی مذهبداران، عنوانی از وایس رسوایی مذهبداران او همیست. میگه شیخ عبدالقادر جیلانی همراه ملک الموت یک قرارداد کده بود. قرارداد شمی بود، قرارداد همی بود که هیچ خیش و تباری مرا بدون اجازه ما قبض روح نمی کن. خوب در کلیتان بگیرین، هیچ خیش و تبار مرا چی نمی کنی؟ یک ذره بلندتر بود. قبض روح نمی کنی. صدای بلندی تو فایده شمیست که یکان تا اگه غفلت باشه گم میشم. از قضا یک روز یک دختری همسایه قبض روح شد.
زنم بیوه است، یک دختر داره. شتابان شتابان نزد شیخ آمد، گفت که جناب شیخ، گرچه من میدانم که خانواده ما مشمول قرارداد تو نیست، مگر دخترم برد. گفت چی وقت؟ چی وقت؟ گفته یک چند دقیقه. جناب شیخ عبدالقاهر دنبال ملک به سمت فضا بلند شد. بشتاب تا زیر عرش دنبال کرد. از آسمانان تیر شد. زیر عرش که می رسید، همی یک تشت کلان، تشت در دست ملک الموت بود که ارواح زیادی دیجا بود. یک بکس شیخ که دمی تشت خورد، سراخ شد، کلی ارواح پرواز کرد. بخاطر یک دختر امسایه کلگی رفت پس در بدنها چی شد؟ داخل شد. ایرا دشمنان فکری من و شما باز نوشته می کنن که رسوایی مذهبداران، افتضاح و فلان. آلی ما براتان میگم عقیده ما چیست؟ معتقد گپ میزنم. فقنه در بخاری حدیث است، غیر از پیامبران هیچ کسی در قبض رو اختیار ندار. من فقه پیامبران، یعنی به تعبیر دیگر غیر از پیامبران ملک الموت به هیچ کسی مشوره نداره. آری به انبیاء علیهم السلام مشوره داره. قصه موسی کلیم برتان معلوم است. آمد ناشنا جناب موسی کلیم زد چشم ملک الموت نابینا شد. بخاری حدیث است. مستشرقین سر زو اعتراض دارم و اوسو نمیرم. بعد از آن الله رب العزت گفت برو بگو که دستت سریم و گاوی مویدار بمان، چقدر مویی که زیر دستت میایه بعدد یمو عمر میت. وقتی که آمد پر امی کارکت گفت بعد از او گفت مرگ. گفت خی الان امی لحظه. یعنی غیر از انبیاء علیهم السلام معتقد ماست دیگر در قبض روح ملک الموت به کسی مشوره نمی کنه. اولین غلطی در عقیده ما از امیج شروعست. دوم ای است، سفر در هوا بلی کرامت سیی، این مانند معراج رسول گرامی از خصوصیت انبیاست. و در آسمان ها که رسول گرامی در شب معراج میره، در هر آسمان اجازه میگیره. در هر آسمان چی میگیره؟ حدیث صحیح است، اجازه. اما به اجازه بدون تق تق تا عرش رفتن چیست؟ دیگه به این خاطر بیشتر از این به این علایم دروغی از این من نمیرم. یعنی مطلب ما ایست، نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رحمتن واسعتن قرارداد کرده، نه امسایه چنین شده، نه هم به عرش رفته، نه هم تستی را سراخ کرده، نه هم ارواحی پس گشته. چون به معتقد ما این سازگار نیست. و معتقد که سازگار نبود، مانند عقیده رسول گرامی باش. وقتی که ابن صیاد گفت چی کار هستی، با او دیالوگ کرد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم گفت در دلم یک چیز میگیرم بگو. رسول حدیث بخاری است، در دلش دخان گرفت و ابن صیاد دو خوش گفت و الف و نونش ماند. ولی چون به معتقد ما درست نیست، ما را دجال میدانیم. از این خاطر او چیزی که عقیده آهنی باش. عقیده چی باش؟ آهنی. نشوه که عقیده تو یک دوره تو متزلزل شوه، پس لرزه پیدا کنه. پس به این خاطر خدمتتان عرض کردم، این هم یکی از داشته هایی بود در درس امروزی که خدمتتان عرض کردم. و قدر لهم اقدارا و ضرب لهم اجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. تمام قضا و قدر از آن کیست؟ از آن الله رب العزت است. و مدت مرگ همه از آدرس الله رب العزت است. یک سر سوزن بالای الله خفی نیست. آنچه در دنیای امروز میگذرد قبل از ایجاد عالم و آنچه را ما عمل میکنیم قبل از پیدایش ما میداند. قبل از پیدایش ما راه خوب و بد به ما مشخص کرده است. به اساسی که ما همیشه خدمت شما عرض کردیم، درس در هر فن تخصصی باش. چون ما در درس عقیده داخلیم، بحث قضا و قدر یک بحث داغ است. و ای تو بحث داغ است که معتزله باور نداره. دانشگاهیان 20 سال افغانستان خیلی به این فکر رفتن.
به دام و حلقه خطرناک دشمن افتیدن، متعلق به قضا و قدر. البته ما هم نقیصی خود داریم. اگر ما اولاد ما را عقیده های سالمه درس می گفتیم، در هیچ دانشگاه به دام کسی دیگری نمی رفت. بحث قضا و قدر معتزله بیچاره چی؟ از مشرکین شروع دقیق شوین. میگه ولو شاء الله ما اشرکنا نحن ولا آباؤنا. مشرکان عصر رسالت چی میگه؟ امی شرک ما میگه ازلیست، در قضا و قدر است. اگر الله میخواست نه ما مشرکان بودیم نه هم پدران ما. چون بحث قضا و قدر از گناه ما چیست؟ چون بحث قضا و قدر از گناه ما چیست؟ ما گناه نداریم، چون در قضا فیصله شده. این استدلال مشرکین است. معتزله این شکل میگه اگر هر چیز به قضا و قدر باشه، خی ما چی؟ عمل ما چی؟ بناهن قضا و قدر نیست، به نام قضا و قدر گفتنی چیزی نیست. سبحان الله. در برابر الله و رسولی الله اینا از خود سخن میگن، فلسفه گویی میکنن، شطحات میگن. لذا عقیده امام ابو جعفر طحاوی ممثل آرمان اهل سنه و الجماعه در عنوان ششمین ما ایشد و قدر لهم اقدارا و ضرب لهم اجالا. این اجل ما قضا عمل تمامش در علم پروردگار است. آیه های 21 سوره حجر بخوان. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در عالم نیست مگر گدامش سرچشمه به نزد الله است. ما روان نمی کنیم مگر به قدر معلوم. هر چیز به مقداری است که الله بیان کرده. مثلا از انسان شروع می کنیم. قدر الله جسمه، جسم ما را الله ساخت. و حواسه، حواس ما از تقدیر الله است. و اعضاءه، اندام ما از تقدیر الله است. و ترکیبه، ترکیب و ساختار نتوبولتش از الله است. و اوزانه، وزنش از الله است. حتی سار انسانا معتدلا، انسان معتدل شده که میگرده استاد میشه. ببینین بایسیکل سر استاین نکو استاد شده میتونه نمیتونه، اما انسان همی تو سر دو قدم استاد است. اگر کدام اندامش مختل شوه، اینجاست که با انسان یک بغله را میره. هر شی مقادرش به نزدیکیست میشنوم. الله رب العزت است. پس اینی است بحث قضا و قدر از آدرس الله رب العالمین و رسول گرامی را احادیثش. حاصل ایست از موضوع بیرون نشویم عزیزان من. شما یک کمک نگاه کنین، یکی علم الله است، یکی عمل ماست. این بحث یک تعبیر علمی داره، خصوصا به شاگردان مدارس کارآمد است. جزایی را که الله می دهد به نام جنت و به نام جهنم، این جزا مرتب به علم الله نیست، این جزا مرتب به علم به عمل مکلف است. این یادتان نرود. الله قبل از پیدایی شما میدانه که ما جنتی هستیم یا دوزخی، لکن مرتب به علم الله نیست. ما چی کاری که ما میکنیم با اون نتیجه اوست. این علم الله درست است، ولی نتیجه از علم. چون الله علم داشت که من گناه میکنم باید گناه کنم، نه اون رقم نیست. کتبه بالوصف لا بالحکم در فقه اکبر است. الله یک گزارشی که چنین می شود به اختیار مکلف، ای تو حکم نکرده که شود این چنین، این رقم نگفته. لذا دانشمندان گفته ان فالجزاء مرتب علی العمل لا علی العلم، یعنی به عمل مکلف جزا مرتب میشه، نتیجهش است، نه به علم الله. فرق است بین علم و بین جزا. و از اینجاست که الله امر میکنه و منع میکنه، من و شما را مأموریت و مکلفیت میدهد عزیزان من. پس به این خاطر این هم یکی از داشته های درس من و شما بود.